لزوم تقویت ارزش پول ملی شاه کلیدی است که رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات خود از آن سخن گفتند، اما این مهم در دولت غرب چندان مورد توجه قرار نگرفت. کار به جایی رسید که بیشترین کاهش ارزش پول ملی در دولت دوازدهم صورت گرفت. اکنون وظیفه دولت جدید چیست؟ چگونه باید ارزش را به پول ملی و رونق را به اقتصاد برگرداند؟ دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی تحریم ها مجدد برگشت و در واقع کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شد. هم نرخ بهره واقعی تو اقتصاد ما به شدت منفی شد. این دو تا عامل سبب شد که در واقع نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، توان خرید کالاها و خدمات توسط واحد پول کشور کم بشه و همچنین ارزش برابری واحد پول کشور در مقابل پولهای خارجی هم به همین نسبت در واقع تنزل پیدا میکنه. خب همین دوتا عامل رو اگر آقای رئیسی بتونه کنترل بکنه کمک میکنه به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی. این دوتا عامل، یکیش بحث تحریم ها، یعنی اگه بتونن ایشون تحریم ها رو بردارن یا بلا اثر بکنن طور که وعده دادن، یه خیلی میتونه مؤثر بشه، میتونه کمک بکنه. دو، مسئله در واقع نرخ بهره تو اقتصاد ماست دیگه. این تو زمانی که نرخ بهره واقعی تو اقتصاد منفیه، کسی تمایلی برای نگهداری پول نداره. همه میرن به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سخت بازی روی کالاها که